سلام میکنم خدمت شنوندگان برنامه اندیشه ها. در روزهای جمعه اسماعیل نوری علا هستم و برنامه هفتگی خودم رو در زمینه موضوعات مربوط به فرهنگ از دیدگاه جامعه شناسی ادامه میدهم. قبل از شروع کار این جملات تکراری شده رو باز هم باید تکرار کنم که دوستانی که برنامه های قبلی بنده رو در این جمعه ها نشنیدند و دوست دارند که مطالب رو دنبال بکنند می توانند با مراجعه به سایت شخصی من این برنامه ها رو گوش بکنند، هم به صورت اینکه روی کامپیوتر بشنوند و همین که بتوانند اون رو روی سی دی اگر که بخوان ضبط بکنند، چون فایل ها فشرده شده و بسیار کوچک هستند. برای رفتن به سایت شخصی من لازم نیست من آدرس رو اینجا بگم، چون بلند است و ممکن است اشتباهات دیکته‌ای پیش بیاد. کافی است که شما به یکی از ماشین های جستجوی اینترنتی مثل گوگل و یا یاهو مراجعه کنید، در اونجا کلمه نوری علا رو چه به فارسی و چه به لاتین تایپ بکنید. اگر به لاتین تایپ میکنید باید بدونید که نوری علا با دوتا او نوشته میشه و بعد وقتی که سایت بنده پیدا شد روی اون کلیک بکنید و تشریف ببرید به داخل سایت من، در ستون دست راست آن یک پیوند اینترنتی خواهید دید به صفحه مخصوص برنامه های اندیشه ها در پرشن رادیو و اونجا میتونید گوش بکنید. هفته گذشته خدمت شما عرض کردم که اوضاعی که در ایران پیش آمده است موجب آن شده که کمی هم ما در حین طرح مطالب تئوریک مختلفی که راجع به جامعه شناسی فرهنگ طرح می‌کنیم به مسائل روز هم مراجعه بکنیم، چرا که از یک طرف به هر حال ذهن همه ما این روزها متوجه آنچه هایی است که در کشور ما می‌گذرد و از سوی دیگه آنچه که در کشور ما می‌گذرد مثل یک آزمایشگاه یا لابراتوار جامعه شناسی است که بسیاری از نظریه ها، تئوری ها رو می شود در حین ظهور و بروزشون در جامعه مشاهده کرد، و به خصوص از آنجا که آنچه بر جامعه ما حاکم است اسم خودش رو جمهوری اسلامی، که بنده از این کلمه جمهوریش خوشم نمیاد چون اصلا جمهوری نیست و دوست دارم همون کلمه رو که اول آقای خمینی دوست می‌داشت بگوید، یعنی حکومت اسلامی رو بر خود داره، این نام رو بر خود داره. پس به لحاظ این پسوند اسلامی در واقع دارای یک ماهیت فرهنگی است و هر آن چه رو که در حول و حوش اون می‌گذره یا از اون سر می‌زنه می توان از دیدگاه فرهنگی هم بهش نگاه کرد. یکی از مسائلی که این روزها در واقع جهانیان رو متعجب کرده، به خاطر اینکه با پیشرفت تکنولوژی، وجود عرض کنم که اینترنت و سایت های مختلف اینترنتی و آشنایی جوانان ایران با تکنولوژی اطلاعاتی یا IT به اصطلاح، الان دیگه جهانیان به طور شبانه روز شاهد آن هستند که در مملکت ما چه می‌گذرد و آنچه که می‌گذرد واقعا باعث حیرت همه آنها شده است. برای اینکه در این که هر حاکمیتی برای برقراری و حفظ و نگاهداری
حکومت قانون در جامعه گاه ناچار است دست به خشونت بزند اختلاف و تردیدی نیست و کسی فکر نمی کنه که حکومت ها هرگز نباید دست به اعمال زور بزنند. اما آنچه که در خیابان های ایران در این دو هفته اخیر گذشته است واقعا کم سابقه است و اگرچه ما مثلا در کشورهای مثل چین یا سودان، کشورهای مسلمان نشین افریقا در واقع، و در بوزنی و نمیدونم یوگسلاوی سابق و این حرفا هم این نوع برخورد با جمعیت رو دیده ایم، اما واقعا حکومت اسلامی ایران در این زمینه رکورد شکن شده و اینکه به راحتی گاز اشکاور رو نمیدونم لوله آب رو تبدیل میکند به چاقو و چماق و بعد تکتیر اندازی که اصلا قابل تصور نیست که مجریان قانون یا عمال قانون و برقراری نظم تکتیر انداز رو بیارن توی خیابون که مستقیماً یک فرد آدمی رو هدف قرار بده و اون هم تیرش رو در سینه و سر او بزنه. این ماجرای زنده یاد خانم ندا آقا سلطان که امروز دیگه شاید یکی از مشهورترین نام‌های کره زمین باشد و همه با چهره او آشنا هستند و لحظات آخر زندگی او رو ده ها بار دیدند، حتی رئیس جمهور امریکا هم اقرار کرد که نشسته است و این صحنه را دیده است. این صحنه حاصل این سیاست است که یک حکومتی تک تیراندازان خود را به خیابان آورده که نه برای متفرق ساختن مردم بلکه برای کشتن مردم اقدام بکنند و یک شخصی رو از بین جمعیت انتخاب بکنند و مورد هدف گلوله قرار بدن. عموماً برای اینکه چنین اتفاقی رو بتوان از لحاظ جامعه شناسی توضیح داد، ما ناچاریم که یک بحثی رو شروع بکنیم در مورد مسئله مشروعیت حکومت ها. من البته از این کلمه مشروعیت دل خوشی ندارم، برای اینکه این مشروعیت یعنی شرعی بودن، یعنی حکومت هایی که بر بنیاد شرعی بودن خودشون حکومت هایی هستند که آنها رو باید دارای پایه های مردمی دانست و روی دوش مردم حرکت میکنن، در حالی که در کلمه فرنگی که در فارسی به مشروعیت ترجمه شده است ما لجیتیمسی رو داریم که این لج ان ال ای جی اولش از همون ال ای جی جی لگال میاد، یعنی قانون، و بنابراین مسئله قانونیت است و قانون هست که به یک عده‌ای حق میدهد که آنها به عنوان حاکمان یک جامعه در خدمت جامعه در بیان، رفاه جامعه رو تامین بکنن و در این حال از به هم خوردن نظم اجتماعی جلوگیری کنن و نگذارند که ناراضیان نسبت به حکومت دست به تخریب بزنن. اما در لابراتوار تاریخ که تنها لابراتوار در واقع جامعه شناسی است، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که یک رابطه معکوسی وجود دارد بین مشروعیت حکومت ها و تشدید سرکوب جمعیت های معترض. هرچقدر که مشروعیت حکومتی کمتر بشه، قانونیتش کمتر بشه، حقانیتش کمتر بشه برای حکومت کردن،
برای ادامه حاکمیت خودش دست به خشونت و سرکوب میزنه در مقابل کسانی که معترضند به اینکه تو چرا اون بالا نشسته ای و بر ما حاکمی در حالی که ما موافق حاکمیت تو نیستیم. بنابراین میشود مسائلی رو که همکنون در کشور ما اتفاق میفته و در خیابانهای ما جریان داره از این دیدگاه نیز به خوبی مطالعه کرد و دید که چگونه در 30 سال گذشته جمعیت‌های میلیونی که رفتن به خیابون و حکومت پادشاهی رو منحل کردند و به آقای خمینی نمایندگی دادند که بیاید و رهبری کند جامعه ما رو. و این خاطرتون باشه آقای خمینی وقتی که رفت در یعنی از پاریس آمد به ایران و رفت به بهشت زهرا و در اونجا سخنرانی مشهورش خودش رو کرد که من توی دهن دولت میذارم و دولت تعمیم میکنم، آنچه که در ابتداش گفت بسیار مهمه. یعنی گفتش که من به خاطر رأی اعتمادی که مردم به من داده اند صاحب این حق شده ام که توی دهن دولت بزنم و دولت تعیین بکنم. در اونجا اگر دقت بکنیم به اون سخنرانی، ایشون نمیگویند به خاطر اینکه من آیت الله هستم، من فقیه هستم، من جانشین امام زمان روی کره زمین هستم، من نماینده خدا روی کره زمین هستم توی دهن این دولت میزنم و دولت تعیین میکنم. میگوید که من به خاطر اعتمادی که مردم کرده اند و من رو به عنوان رهبر خودشون پذیرفتن هست که صاحب این حق و قدرت شدم که دولت تعیین کنم و دولت فعلی رو منحل بکنم. این یعنی چی؟ یعنی اوج مشروعیت یک حکومت، اوج حقانیت یک حکومت. یعنی در اون لحظه دنیا تردیدی نداشت که میلیون ها ایرانی آمدن بیرون و به آقای خمینی گفتن که تو رهبر مایی، پس این رهبر دارای یک حقانیتی است برای رهبری و به لحاظ اون هست که میتواند در جامعه دست به تأسیس نهادهای مختلف بزند. و حالا اگر که بخوایم توی یعنی با الفاظ سنتی و کهن صحبت بکنیم، تبدیل به پدر ملت بشود. یعنی به همون صورتی که یک پدر حق دارد که فرزندان خودش رو رهبری و هدایت و منظم بکنه رفتارشون رو با هم دیگه، پدر ملت هم یه همچین خاصیتی رو پیدا بکنه. اما ما در طول 30 سال گذشته همواره میتوانیم مواردی رو به وجود بیاریم که مثل مجسمه سازی که با چکش میزنه و مقداری از سنگ رو که انتخاب کرده برای اینکه مجسمش بکنه میکنه و میریزه، ما اگر این حقانیت حکومت کردن رو هم تشبیه بکنیم به یک پاره سنگ بزرگ، این مجسمه ساز تاریخ با چکش و قلمی که در دست داره همینطور از این حقانیت کنده و به دور ریخته و این حقانیت کمتر و کمتر شده تا اینکه حالا در شکل حاکمیت آقای خامنه ای تجسم پیدا کرده است. شما اگر که آقای خمینی و آقای خامنه ای رو بگذارید در دو سوی یک خط 30 ساله، میبینید که این خط در حرکت خودش به طرف از جانب آقای خمینی به طرف آقای خامنه ای همینطور لاغرتر و لاغرتر و لاغرتر شده است از لحاظ حقانیت حکومت کردن. و به همین دلیل هم میزان نارضایتی از حکومت کردن اون شخصی که اون بالا نشسته بیشتر شده است و در نتیجه او مجبور شده است که برای ادامه حاکمیت خودش از سرکوب و عرض کنم که اینجور اعمالی که ما امروز شاهدش هستیم استفاده بکنیم.
آقای خمینی روزی که گفتش که اگر 30 میلیون نفر بگویند بله من میگویم نه، مقدار زیادی از مشروعیت خودش رو از دست داد. روزی که قانون اساسی رو که در فرانسه نوشته شده بود و ایشون قبول کرده بود گفت که کنار بگذارن، مقداری از مشروعیت خودش رو از دست داد. وقتی که به جای مجلس مؤسسان دستور داد مجلس خبرگان به معنی کسانی که با فقه شیعه آشنایی هستند بیایند و قانون اساسی رو بنویسند، مقدار زیادی از مشروعیت خودش رو از دست داد. و واقعا کار به جایی کشید که وقتی که جنگ عراق و ایران شروع شد ایشون به راستی گفتند که این جنگ برای ما موهبت است. کمتر کسی رو من دیدم که دقیق بشود در این حرف که چطور یک روحانی، یک آیت اللهی، یک رئیس مملکتی حمله کشور بیگانه به کشور خودش رو موهبت میدونه، لطف الهی میدونه. اما اگر که از دیدگاه مشروعیت نگاه بکنیم میبینیم که ایشون درست میگه، برای اینکه آنچنان این مشروعیت ایشون در طی این 2 سال اول حاکمیتشون از بین رفته بود، با اجباری کردن حجاب، با اجباری کردن امر به معروف و نهی از منکر، با اصرار بر اینکه قانون باید بر بنیاد شرع و فقه اثناعشری گذاشته شود، همینطور ایشون اون گستردگی رهبری خودش رو از دست میداد. وقتی که گفتش که مملکت ما کسانی که شیعه 12 امامی هستند دارای در واقع شهروند درجه 1 محسوب میشوند، خود به خود ایشون دیگه پدر و رهبر و بزرگتر کسانی از ایرانیان که دارای مذهب اثناعشری نبودند دیگه نبود و اونها را از حوزه شمول حقانیت حاکمیت خودش بیرون گذاشتش. ولی خب وقتی که جنگ شد ایشون از این جنگ نهایت فرصت رو کرد برای اینکه بتونه پایه‌های سرکوب کننده حکومت رو محکم بکنه و مخالفان رو به بهانه شرایط جنگی خفه بکنه. و اون روزی هم که تصمیم گرفتند ایشون که این قطعنامه سازمان ملل را بپذیرند و آتش بس برقرار بشه در جبهه‌های جنگ، باز ایشون به خاطر اینکه فکر میکرد این شرایط موهبت الهی به زودی تعطیل خواهد شد و 2 مرتبه مسئله مشروعیت ایشون مورد سوال قرار خواهد گرفت، از قبل تصمیم گرفتش که سوال کنندگان احتمالی رو از دم تیغ بگذرونه و به همین ترتیب در ماهای مرداد و شهریور سال 67 دستور داد که در زندان‌های جمهوری اسلامی همه کسانی رو که گمان این می‌رفت که حاکمیت ایشون رو به عنوان ولی فقیه قبول ندارند بکشند. و دیگه حکایت‌هاش رو هممون می‌دونیم که چگونه در این زندان‌ها شبی 50 تا 100 تا آدم رو می‌کشتند و اونها رو عین از یعنی پیکرهای اونها رو عین سلاخ‌ها می‌ریختن تو کامیون‌هایی که از در دیوارش خون میچکید هنوز و اینها رو میبردن در جاده خراسون در جایی که اسمش گذاشته بودن کفرآباد و حالا بهش میگیم که قبرستان خاوران. اونجا چاله های بزرگ کرده بودن اینها رو عین دوران هیتلر که یهودیان رو که میمردن میریختن توی چاله ها و روشون رو خاک میپوشوندن و یا آنچه که در یوگسلاوی پیش آمد بعد از فروپاشی شوروی، قبرهای دست جمعی درست کردن و اینها رو کشتن. یعنی اینکه یک حاکمی که میداند مشروعیتش از بین رفته است خود به خود دست به سرکوب میزند و عملیات حتی پیشگیرانه انجام میدهند. بنابراین اگر که ما این امر رو
مورد نظر قرار بدیم و برگردیم به خیابان‌های تهران در روزهای اخیر توجه کنیم، بلافاصله می‌بینیم که قانون جامعه شناسی سیاسی و فرهنگی به ما می‌گوید که علت اینکه این گونه سبعانه، وحشیانه، نامردانه نیروهای لباس شخصی و بسیجی و حتی این فلسطینی‌هایی که به ایران آورده‌اند که امروز حتی عکس‌هاشون هم روی اینترنت درآمد با مشخصات اسمی و محل آمدنشون از فلسطین و غیره، اگر که حکومت سگ‌های خار خودش رو به جان مردمی انداخته که به مسالمت‌آمیزترین شکل خودش به خیابان آمدند تا اعتراض کنند به اینکه این انتخاباتی که صورت گرفته تقلبی بوده است در هنگام شمارش آرا و آرای ما رو نخوندند و آقای احمدی نژاد رو که مورد نظر ولی فقیه بوده آوردند سر کار. خب در یکی از این موارد در این روزها 3 میلیون میگویند آدم آمده است بیرون و 3 میلیون آدم معترضند به یه مسئله. برای این مسئله نیستش که یک نفر حاکم بشیند بر مسند لجبازی و بگوید که این آقای خمینی که گفتش که اگر همه یه چیزی رو بگویند من یک چیز دیگر خواهم گفت، ایشون هم میگن که این 3 میلیون نفری که آمدند که در واقع میشود گفت نوک کوه یخی هستند که در نارضایتی، دریای نارضایتی قوطه‌ور است و اگر 3 میلیون آمدن بیرون مسلماً 15 میلیون هم نیامدن بیرون و ناراضی هستند و معترض هستند. ایشون هم میگه که من این حرفا رو قبول نمی کنم، یا برگردید برید تو خونه هاتون و از اعتراض خودتون صرف نظر کنید، یا اینکه این سگهای هار من به جان شما خواهند افتاد و هر اتفاقی هم که بیفته ما مسئولش نیستیم، مسئولش اون کسانی هستند که شما رو دعوت میکنند که بیایید به خیابونها و اعتراض کنید. حتی وقتی که مسئله رسیدگی به اعتراض مطرح میشود میگویند که کاندیداها بروند در شورای نگهبان بنشینند و اونجا رسیدگی بشه به شکایتشون، در حالی که بحثی که راجع به رأی میشه رأی مردم است، نه رأی کاندیداها. صاحبان این رأی ها کاندیدا ها نیستند، صاحبان این رأی ها مردم هستند و مردم اومدن میگن آقا ما میخوایم بدونیم تکلیف عرض کنم که آرای ما چی شده، وگرنه این کاندیداها هر لحظه ممکنه که اصلا قبول بکنن بگن آقا شما درست میگفتید و همه قضیه رو بمالونن، همان گونه که همین آقای سردار رضایی این کارو کرد. یعنی یه هفته‌ای ده روزی در جبهه معترضین ایستاده بود و بعد گفتش که من چون سرباز وطن هستم و وطنم نگفت، سرباز ولی فقیه و حکومت اسلامی هستم و این اعتراضات یک خورده در واقع مبانی حکومت اسلامی رو هدف قرار داده و به خطر انداخته، بنابراین من اعتراض خودم رو پس میگیرم و نتیجه انتخابات رو میپذیرم. خب اون دوتای دیگه هم ممکن است که هر لحظه این کار رو بکنن. بنابراین رسیدگی به تقلب به وسیله کاندیداها بی‌معنیه، باید اون شاکیان اصلی، صاحبان اصلی رأی این کار بکنن. غرضم این استش که آنچه که در جامعه ما میگذرد، در خیابانهای ما میگذرد، کاملا نشان دهنده آن است که چگونه حقانیت حکومت کردن آقای خامنه ای به عنوان ولی فقیه در مرحله اول و بعد نهادهایی که از جانب او به وجود آمده اند و ساخته شده اند همه مورد زیر سوال رفته است و ما مطابق قوانین جامعه شناسی سیاسی و فرهنگی می توانیم این زوال مشروعیت حکومت رو ببینیم. Thank you.
خب خوش آمدید به قسمت دوم برنامه امروز اندیشه ها. در قسمت دوم من میخواهم که یک مفهوم جدیدی رو در همون زمینه که در قسمت اول عرض میکردم و بنیاد حرف رو گذاشته بودم بر محور مفهوم حقانیت که ازش به عنوان مشروعیت هم اینا یاد میکنند، حالا میخوام قضیه رو از یه دید دیگه ای نگاه بکنم و اون این استش که در بسیاری از موارد ما میشنویم که میگویند که حکومت ایران با مردم ایران رفتار یک حکومت اشغالگر رو میکنه. میخوام من راجع به این مسئله توضیح بدم که واقعا معنای این قضیه چیست. به خاطر اینکه در بادی امر در ابتدای کار وقتی که ما میشنویم که یک حاکمیت اشغالگر یا ارتش اشغالگری وجود داره، بلافاصله تصورمون این میشود که این یک مملکت دیگه‌ای حمله کرده است، آمده است به یک مملکت دیگر و خاک اون رو اشغال کرده و بنابراین یه حاکمیتی رو اونجا برقرار کرده که حاکمیت اشغالگر است و ارتشی رو اونجا پیاده کرده که ارتش اشغالگر است. مثلا مورد هیتلر وقتی که رفت مثلا فرانسه رو گرفت، فرانسه رو اشغال کرد، یک دولتی رو از جانب خودش بر اونجا حاکم کرد و بخشی از ارتش خودش رو هم در اونجا مستقر کرد. بنابراین میگیم که فرانسه اشغال شده به دست قوای نازی. یا وقتی که صدام حسین به جنوب غربی ایران حمله کرد و در از کرمانشاه گرفته تا خوزستان، یعنی از کردستان گرفته تا خوزستان قوا پیاده کرد و خاک رو تصرف کرد، ما گفتیم که بخشی از خاک مملکت اون اشغال شده و در پایانش هم گفتیم که آن مناطق اشغالی آزاد شدند. اما از نظر سیاسی که بخوایم نگاه بکنیم، این مفهوم اشغال لزوماً به معنای هجوم یک خارجی و گذشتن او از مرزها و داخل شدن در یک خاک نیست، بلکه میتوان به مفهوم اشغالگری از دید مسئله حقانیت هم رسید. یعنی که اگر بگوییم که حکومت‌هایی بر حق هستند که مورد وفاق و علاقه و تأیید مردمان یک کشور هستند، هنگامی که یک حکومتی مشروعیت یا حقانیت حکومت کردن خودش رو از دست میده و بعد برای استمرار حکومت خودش دست به سرکوب مردم خودش میزنه، او هم اشغالگر است. اما این بار چیو اشغال کرده؟ نه اینکه از بیرون آمده و خاک رو اشغال کرده، بلکه او آن چیزی را اشغال کرده است که در علوم سیاسی بهش میگن seat of government، که ما در فارسی میتونیم بهش بگیم تختگاه حکومت یا پایتخت رو مثلا. یعنی که از لحاظ عینی و نمادین ما یک تخت حکومت داریم که حاکم بر اون میشینه، بالا نه اینکه هر روز اون رو بشینه، ولی این اسم اونجاییه که خلاصه نهادهای حکومتی در اونجا مستقر هستند و کس و کسانی که بیایند و این تختگاه حکومت رو در تصرف خودشون بگیرند بدون رضایت مردم، اونها هم میشوند اشغالگر. اما اشغالگر چی؟ اشغالگر تختگاه حکومت. بنابراین هست که ما میتوانیم وقتی که به یک جامعه نگاه میکنیم میبینیم که
حاکمیت این جامعه حقانیت حکومت خودش رو از دست داده و شروع کرده است به سرکوب مردم، میتونیم بگیم که این حکومت یک حکومت اشغالگر است. بنده میخواهم بگویم که در واقع آنچه که ما در خیابانهای ایران شاهدش هستیم، درست صحنه اعمال سرکوب و فشار یک حکومت اشغالگر است بر مردمان یک کشور. گیرم که کسانی که این حکومت رو میگردونن همشون شناسنامه ایرانی داشته باشن، ولی تختگاه حکومتی رو تصرف کردند و بنابراین قاصب هستند، متصرف کنند، تصرف کننده هستند، اشغالگر هستند. حالا برای اینکه بیشتر با این مفهوم اشغالگری آشنا بشیم، من میخواهم رفتارهای یک حکومت از حقانیت افتاده و در نتیجه اشغالگر رو از دیدگاه علوم سیاسی و جامعه شناسی فرهنگ مورد بررسی قرار بدم. اولین نکته در این هستش که حاکم بدون حقانیت و اشغالگر شده همیشه ناچاره که آمریت خودش رو بر مردم تحمیل بکنه، چون این مردم دیگه او رو قبول ندارن به عنوان حاکم خودشون. میگوین که او از عدل، از حقانیت حکومت افتاده است. حرفی که الان در خیابانهای تهران زده میشه و حتی بسیارانی از حقوقدانهای ما و حتی فقهای ما این استدلال رو میکنند که آقای خامنه‌ای با پذیرش نتایج تقلبی انتخابات و تعیین کردن در واقع آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور مردم، ایشون از شرط اول حاکمیت که عدالت باشد و علی‌السویه بودن نسبت به همه مردم باشد و به یک چشم مردم رو نگاه کردن، که البته هیچ وقت ایشون این گونه نبوده است، اما فرض میکنیم که اگر همه این موارد رو نگاه بکنیم، در این مورد خاص ایشون در واقع خودش رو از مشروعیت انداخته، این جامعه شریف مشروعیت رو یا حقانیت رو از تن خودش به در آورده. این به خصوص توجه کنید که همین شخص اشغالگر فاقد حقانیت حاکمیت میتوانسته است روزگاری واجد حقانیت باشد و پدر ملت باشد و حاکم بر مردم باشد و مردم هم قبول داشته باشند. یعنی بنابراین لزومی نداره که یک اشغالگر از خارج از مرزهای یک مملکت به داخل اون مملکت بیاید. یک حاکم محبوب هم میتواند در یک پزنگاهی محبوبیت خودشو از دست بده، حقانیت حکومت خودشو از دست بده و در نتیجه دست به سرکوب بزنه. نکته دیگه اینه که اشغالگر در حین اشغال تختگاه حکومت دست میگذاره روی منابع مالی یک جامعه. حالا این آقای هیتلر باشه که وارد فرانسه شده است، یا آقای خامنه‌ای باشد که از هیچ جا وارد نشده، در ایران به دنیا آمده، اما رفته است، نشسته است روی تختگاه حاکمیت و از حقانیت هم افتاده و نامشروع شده در واقع حکومتش. ایشون برای اینکه خودش رو سر پا نگه داره باید دسترسی به منابع مالی داشته باشه و خب منبع اول مملکت ما هم چیه؟ نفت. یعنی مشکلی رو که مثلا آقای هیتلر داشت که یک مملکت ورشکسته بدون
عرض کنم که تولید اقتصادی رو وقتی که صدر اعظم آلمان شد به دست گرفت و توانست رونق اقتصادی ایجاد بکند، آقای خامنه ای و پااندازان و نوچه هایش مثل احمدی نژاد و غیره، اینها این زحمت رو هم لازم نیست به خودشون بدن، برای اینکه ما ملت بدبختی هستیم که زمین رو سوراخ کرده ایم و از دلش نفت سیاه رو بیرون کشیده ایم و این رو به ثمن بخس میفروشیم و پولش رو میگیریم و خرج این میکنیم که بتوانیم اشغالگری خودمون رو نسبت به تختگاه حاکمیت ادامه بدیم. در واقع اشغالگر با این پول هست که میتواند نیروهای پاسدار خودش رو بیافرینه، بخره و نگاه داره. و بنابراین یکی از دلایلی که اغلب مورد بحث قرار میگیره که چگونه میشود این حکومت اسلامی رو منحل کرد، بسیارانی از اهل بحث و از جمله شخص من، اعتقاد من بر این است که اگر که مدتی کشورهای دیگر جهان از حکومت اسلامی نفت نخرند، در واقع عین این استش که یک جراحی اون رگی رو که خون میبره به قسمت سرطانی بدن، اون رگ رو میبنده و در نتیجه اون سلولهای سرطانی دیگه نمیتونن تغذیه کنند و میمیرند. با نخریدن نفت از حکومت اسلامی هم دقیقا همین اتفاق میتواند بیفتد. این یکی از راههایی به هر حال که در مورد این، ولی عرض من این استش که چگونه این حاکم از حقانیت افتاده و اشغالگر میتواند اگر که دسترسی داشته باشد به منابع مالی یک مملکت، اون رو خرج مسائل خودش بکنه. و در این موارد هم باز ما یک سیدی رو شاهد میشیم که رفته رفته حتی نحوه دسترسی به منابع مالی یک مملکت قانونیت خودشو از دست میده. ما اگر که فکر کنیم که در این 4 ساله گذشته آقای احمدی نژاد تو مملکت ما چه کرده است، متوجه میشویم که یکی از کارهایی که او انجام داده برداشتن موانع قانونی است که قانون اساسی سر راه رهبر گذاشته که پول مملکت رو به این راحتی نتوان برباد داد و خرج آنچه که دوست دارد و حتی نمیخواهد که به کسی افشا بکند و بگوید بکنه. بستن سازمان برنامه، بستن شورای پول و غیره در حکومت اسلامی معنایی جز اون نداره که دستگاه‌های کنترل کننده خرج مملکت از محل درآمد مملکت رو از می ببرن و دست بالاترا رو باز بگذارن برای آنچه که دلشون میخواد انجام بدن. الان میبینیم که مثلا دولت انگلیس اعلام میکند که یک حساب بانکی مربوط به ایران رو که دارای 1,600,000,000 دلار پول نقد بوده است مسدود کرده. هنوز هم توضیح نمیدهد که چرا این رو مسدود کرده است، اما مطبوعات در این مورد اظهار نظر میکنند که به خاطر اینکه این حساب پولهایی بوده است که از ایران خارج شده و خرج خرید همین موتورسیکلت هایی که دنبال مردم میکنن، چماق های الکتریکی، نم هفتیر، تفنگ
عرض کنم که موتورسیکلت ها و این زره هایی که این لباس های فضایی میمونه از این طریق صورت میگرفته و اسباب شکنجهی که در زندان ها به کار میبرند همه رو دولت ایران از این محل خریده است و بنابراین این یک پولیست که دارد صرف از چی میگن از بین بردن حقوق بشر میشود و در نتیجه دولت انگلیس تصمیم گرفته است آن را مسدود بکند. من به نیات دولت انگلیس در این زمینه کاری ندارم، به استدلال کار دارم. یعنی یک مقدار زیادی از دسترسی حاکمیت به پولی که در برده گذاشته تو بانکی در لندن جلوگیری می شود. حالا بگذاریم از این که می گویند که این حساب صاحبش شخص آقای مجتبی خامنه‌ای، پسر بزرگ آقای خامنه‌ای است که در واقع به یک روایتی آنچه که در خیابان‌های تهران اتفاق می‌افته زیر نظر ایشون داره اتفاق می‌افته. به هر حال این دسترسی به منابع مالی باعث می‌شود که حاکمیت نامشروع و از حقانیت افتاده و اشغالگر بتواند از بین مردم برای خودش اصلا نیروهای ضربتی استخدام بکنه. اگر پول نمیداشت که این کار نمیتونست بکنه و بنابراین عده زیادی هستند که از این با این بندناف بس شدند به حاکمیت و در مقابل پولی که از حاکمیت میگیرند سرویس میدن. ما در اینترنت اگر که بگردیم الان مقدار زیادی از این لباس شخصی هایی که به مردم حمله میکنن، مردم رو میزنن، حتی تیر بهشون زده اند رو شناسایی کردند و معلوم شده است که بسیارانی از آنها کسانی هستند که دارای علاوه بر این که مثلا روزی 200 دلار حقوق میگیرند که رقم هنگفتی است در ایران، در این حال بسیاری از واحدهای تولیدی و اقتصادی رو هم دولت داده به اینها به عنوان باج سیبیلی که اینها در وقت لزوم بیاین سوار عرض کنم که موتورسیکلتشون بشن مردم رو سرکوب بکنن و دولت هم در این حال بگوید که اینها نیروهای من نبودن، نیروهای ناشناسی هستند. بعدم بگوید اصلا اینها رو امریکا و انگلیس و صهیونیست‌ها فرستادن که مملکت رو مثلا به اغتشاش بکشند و تظاهرات رو از مسیر مسالمت‌آمیز خودش خارج بکنند. در این حال یک حکومت اشغالگر به ناگزیر انگار که این قوانین علم جامعه شناسی مثل یک سرنوشت بر روی حکومت‌های اشغالگر افتاده باشد، مجبورند که مردم رو به سه دسته تقسیم بکنند یا سه گروه تقسیم بکنند. یکی خودی‌های خودشونه، اون عده‌ای که به صورت یک مافیا، می‌دونیم مافیا همون کلمه فامیلیه که در ایتالیا می‌گویند، یعنی خانواده‌هایی که دارای یک انسجام شدید نسبت به همدیگه هستند و میفتند روی حاکمیت و منابع مالی یک جامعه و از اون تغذیه میکنن و پروار میشن. اینا رو میگیم خودی های اونها. یک عده در واقع درجه دوم هستند، یعنی نونخورها و حقوق بگیرهای اونها هستند و در تمامیت اون توانایی ها و ثروت هایی که گروه خودی ها دارن شریک نیستن. از طریق حقوق بگیر شدن هست که تغذیه میکنند. در مورد اشغال یک کشور به وسیله نیروهای خارجی این گروه دوم رو به راحتی میشود تشخیص داد. مثلا فکر کنید که وقتی که انگلستان رفت و هندوستان رو گرفت، این کشور بزرگ و پهناور رو که نمیتوانست با قوای خودش اداره بکنه، بناچار آمد دست به استخدام
معاونان و پادوهای محلی و هندی زد و از خود این نیروهای در واقع خیانتکار هندی برای سرکوب بقیه استفاده کرد. اما حالا یک حکومتی مثل حکومت ایران این نیاز رو هم نداره، از یه عده‌ای رو به استخدام خودش در میاره، هر کدوم رو به صورتی از لحاظ مالی آلوده خودش میکنه. خود به خود یک حکومت اشغالگر دارای علایق مشترکی با مردمی که او را قبول ندارند نیست و بنابراین همواره بین مردم و حکومت‌های از حقانیت افتاده و اشغالگر یک دره بزرگی از این لحاظ گشوده است که در این مورد می شود به موارد بسیار فرهنگی اشاره کرد که من در این هفته نمی رسم اون رو بحث بکنم و اون رو می گذارم کنار برای هفته آینده و فقط سخنان امروز خودم رو با این نکته به پایان می رسونم که حکومت از حقانیت افتاده، از ملت جدا شده و سرکوبگر و اشغالگر، خود به خود این به منافع ملی مردم تحت فرمانش توجهی نداره و از این لحاظ همواره بر منافع خودش هست که تأکید میکنه، نه بر منافع مردم. وقتی که ما میشنویم که در ادبیات حکومت اسلامی ایران ما مرتب کلمه رژیم را میشنویم یا نظام را میشنویم، این نظام خودش رو از مردم جدا کرده است، وگرنه لازم نبودش که اینقدر بر کلمه نظام تاکید بشود. شما فکر کنید میروند مجلس شورای اسلامی تشکیل میدهند، یعنی مجلس شورای ملی رو تبدیل به اسلامی میکنند. این نشانش اینه که آقا ما با مردم ایران دارای منافع ملی مشترک نیستیم. میآیند مجمع تشخیص مصلحت تشکیل میدهند، اما مصلحت چی؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی که ما به مصالح ملی ایرانیان کاری نداریم. بنابراین به راحتی میتوان دید و پذیرفت که آنچه در ایران میگذرد رفتار یک حکومت از یک سو از حقانیت افتاده و از سوی دیگر یک حکومت اشغالگر است با مردمانی که از بدبختی گیر این حکومت اشغالگر افتادند و این حکومت با آنها یک چنین رفتاری رو میکنند، رفتاری که خودش اون رو آگراندیسمان میکنه، بزرگ میکنه و در مورد برخوردهای فلسطین و اسرائیل ما میبینیم که مرتبا روش تایید میکنه، یعنی نشون میده که ارتش اسرائیل رفته است و مثلا در اردوگاه فلسطینیان در غزه و غیره چه کرده است. اما اگر که شما کاراکترهای این نمایش ها رو عوض بکنید یا نادیده بگیرید، هیچ فرقی رفتار خود جمهوری اسلامی، خود حاکمیت فقیه با مردم ایران ندارد. همون نوع سرکوب اینجا هم انجام میگیره. امیدوارم که عمری باشد هفته دیگه در خدمت شما باشم و براتون و برای ملت ایران در واقع هفته سرفرازی و پر از پیروزی آرزو می‌کنم.